حکمتش 106. لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. بله خب علم پیامبر خداست. خب قرآن یکی از منابع علم پیامبر هست، یکی از منابع علم ائمه هست، منابع دیگری هم هست، تحدیث هست، الهام هست، کتب آسمانی هست، وحی هست. و چی؟ بله در طول امر خداوند آنچه که خدا گفته رو ایشون ابلاغ میکنه. البته گاهی هم خودش برای اداره جامعه دستوراتی داره که اون دیگه خارج از دستور خداست. مثلا انتخاب زید بن حارثه دیگه چیز اسامه بن زید دیگه چی بود؟ دیگه دستور خدا نبود، دیگه کار خود پیامبر بود. وقتی میگه تخلف از جیش اسامه نمچنین چنین است، یه حرف خدا نیست، حرف خود پیامبر است. نه در نماز که اون فرض النبی کلن دو رکعت نمازه، نه تسبیحات اربعه، یا یک رکعت نماز که همون رکعت سوم نماز مغرب باشه. بله مستحبات زیاد پیامبر وضع کرده به عنوان سنت، اما واجبات کم داریم که پیامبر بخواد واجب کرده باشه خدا. بله یک مورد داریم، درست. خب از کدام موارد خیلی زیادی هم داریم، منتها اونا دیگه در اداره جامعه هست، اعلان جنگ، اعلان صلح، نمیدونم همه اینها خود پیامبر این کار رو میکرد دیگه و اطاعتش هم واجب بود. اصلا این علت تکرار فعل عتیو در آیه 59 سوره مبارکه نیست، یکیش همینه، ولی نه تکرار میشد دیگه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسول و اولی الامر منکم. چرا تکرار شده؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. لطفی که اطاعت از امر پیامبر باید از امر خدا فرق میکنه. اگر یکی میشد باید چیکار میکرد؟ یه عتیق میآورد. فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ چون بعضی دستوراتی که پیامبر داده خدا نداده. این آیه میگه از دستورات پیامبر اطاعت کنید. خب مردم چیزی از امر دینشون رو رها نمیکنن برای اینکه بخوان دنیاشون رو اصلاح بکنن، مگر اینکه خداوند مطلبی براشون پیش میاره که ضررش بیشتر از اون فایده سیم خواستن از اون امر دنیا ببرن. مثلا فرض کنید که نماز جماعت رو ترک میکنه تا 100 تومن مثلا فرض کنید که فایده بیشتر ببره. خداوند یه جنسش رو کاری میکنه که خراب میشه 200 تومن ضرر میکنه، یا یک نفر میاد مثلا فرض کنید که جنسش ازش میدزده که در نتیجه چی میشه؟ اون زمانی که باید میرفت نماز شرکت میکرد و دنیا رو به خاطر دینش ترجیح داد، چه دینش رو به خاطر دنیا رها کرد، اون نتیجه رو که نگرفت بمونه که ضرری بیشتر از اون فایده بهش خدا رسون. بله 100 تومن فایده کرد این ساعتی که نرفت نماز بخونه، اما 200 من در ازاش چیه؟ ضرر کرد. نه برای اینکه قانون روشن بشه. والله چی؟ چرا؟ انقدر بارها ما دیدیم. من یه مثال براتون عرض بکنم که بنده یکی از حوزه های علمیه بودم، سرکشی میکردم، یکی از وابستگان دور ما اونجا بود، من میخواستم سریع حرکت کنم بیام سمت قم، برای اینکه سریع تر بیام نرفتم باشون خداحافظی بکنم و خداحافظی من باشون براش خیلی مهم بود تو اون جمع، یعنی خیلی باعث افتخارش بود مثلا فلانی اومد اینجا و من خداحافظی کرد و همه میدیدم و خیلی خوشحال میشد. ما بخاطر اینکه زودتر برسیم چیکار کردیم؟ ترکش کردیم.
اومدم یکی از اقوامون گفت من ماشین شما رو لازم دارم که نمیتونستم بهش ندم. چقدر لازم داری؟ مثلا نیم ساعت، ده ده نیم ساعت. رفت من دو ساعت، دو ساعت نیم، سه ساعت، یعنی من بخاطر پنج دقیقه چی شد؟ سه ساعت عقب افتادم. اگه اون پنج دقیقه میرفتم اونجا خوشبش میشدم باش، عبار پرمیش کردم، بعدم میامدم همون لحظه سوار ماشین میشدم میرفتم. ولی این عجله کردن برای اینکه زودتر برسم کاملا خدا گذاشت تو کاسه ما. گفت تو سلیل همو به جا نیاوردی، تو به خاطر اینکه حالا با کار دنیا زودتر برسی اون قوم رو دلشو به دست نیاوردی. حالا انقدر ما از این صحنه ها دیدیم که بگیم حالا حالا برتر در دنیاش هم هست، ولی اون که شما فهمید درسته، در امور آخرت، در امور معنوی خیلی قوی تر و روشن تره. یعنی سلب توفیقات معنوی خیلی بیشتر است از این سلب توفیقات مادی. ولی من برای اینکه مثال روشن باشه، مثال از جنس مادیات انتخاب کردم.